شاید الان فکر کنین نظریه داروین درسته. همون نظریه که میگه همه موجودات در اثر تکامل از موجود دیگه‌ای به وجود اومدن و در واقع مخالف خلقت الهی انسانه و ما رو از نسل شامپانزه ها میدونه. اما میدونستین از نظر دین هزاران سال قبل از خلقت اولین انسان موجوداتی روی کره زمین زندگی میکردن؟ موجوداتی که شبیه انسان بودن اما انسان نبودن. موجوداتی به اسم نسناس ها. امروزه با مطالعات زمینشناسی و تحقیقات زیستی که صورت گرفته ثابت شده که موجوداتی شبیه انسان قبل از خلقت اولین اون یعنی حضرت آدم روی زمین زندگی می کردن که شبیه انسان و میمون بودن یا به قولی انسانهای میمون نما. در منابع علمی امروزه اونا رو به اسم انسانهای اولیه یا نئاندرتال می شناسیم. اشتباه داروین هم همین بود که انسان و تکامل یافته که دوره نسناس ها می دونست. اونم فقط به خاطر شباهت ظاهری که با هم داشتن. اما دوره نسناس ها هزاران سال قبل از خلقت اولین آدم منقرض شدن. درسته از نظر ظاهری شبیه انسان بودن اما خوی وحشیگری داشتن. اونقدر ظلم و خونریزی کردن که به همین دلیل نسلشون به طور کامل منقرض شد و هیچ وارثی به جان نذاشتن که ادامه دهنده نسلشون باشه. البته شاید علت نتیجه گیری اشتباه داروین این بوده که مسیحی بوده و بر اساس کتب مذهبی که داشته به این نتیجه رسیده. اما در اسلام موضوع یه چیز دیگه است. از طرف دیگه مطالعات ژنتیکی نشون میده که بدن انسان با نسناس ها کاملا متفاوته و شاید تنها اشتراکی که داشتن کمی شباهت ظاهریشون بوده و همینم باعث شده که امروزه هواداران نظریه داروین این موضوع و سندی بر درست بودن حرفش و رد خلقت الهی بدونن. هرچند خود این موضوع هم به دلیل تفاوت شدید انسانای اولیه با انسان کنونی با مشکل بزرگی روبروه. در مطالعات علمی و مقاله های زمینشناسی در خصوص وجود انسان ها در هزاران سال قبل از انسان اشاره و این موضوع اثبات شده. در روایت های دینی و تاریخی چند بار به وجود نسناس ها 7000 سال قبل از انسان اشاره شده. اما شاید جالب باشه بدونین یکی از اصلی ترین اشارات به وجود نسناس ها در قرآن کتاب دینی مسلمون هاست. شاید برای هر آدمی که اولین بار این آیه رو خونده باشه این موضوع براش سوال بشه. به آیه 30 سوره بقره دقت کنین. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه ای می آفرینم. گفتند آیا کسی را می آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ گفت من آن دانم که شما نمی دانید. فرشته ها چطور قبل از اینکه آدم خلق بشه و اصلا برای اولین بار ایدش مطرح بشه این توصیفاتو ازش داشتن؟ فعلی که به کار برده شده در واقع حالتیه که داره اشاره می کنه به چیزایی که قبلا بودن و این نتایج اوناست. در واقع اگر عربی دقیق و معنی کنیم فرشته ها میگن چرا باید چیزی رو خلق کنی که قبلا این کار رو انجام دادی. یا به آیه زیر توجه کنیم. مثل عیسی در نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش. او هم فوراً موجود شد. متوجه نکته آیه شدیم؟ از طرف دیگه در کتاب دینی ادیان ابراهیمی و حتی ادیان نوظهور حضرت آدم و اولین و حضرت حوا رو دومین انسان خلق شده می دونن و همگی بر این نظر توافق دارن که قبل از خلقت آدم هیچ انسان دیگه‌ای وجود نداشته و ما از نسل ایشون هستیم. به همین خاطر ما رو بنی آدم و حضرت آدم و ابوالبشر صدا می کنن حتی اگر موجوداتی وجود داشتن که ظاهراً شبیه انسان بودن. موجوداتی که طبق روایت متعددی از امام علی 7000 سال قبل از ما زندگی می کردن. برای تهیه این قسمت ما از منابع زیر استفاده کردیم. قرآن کریم، کتاب داروین و نظریه تکامل فرگشت، نهج البلاغه، تورات و انجیل. اگر از این قسمت خوشتون اومد این ویدیو رو لایک و برای اطلاع از قسمت‌های بعدی اساطیرنامه ما رو سابسکرایب کنید.